در حالی که تاجیکستان قرغزستان را به تجاوز در روزهای مناقشه اخیر عیبدار می کند، جانب قرغزستان برعکس تاجیکستان را به حمله به قلمرو خود عیبدار می کند. وکیلان قرغز امین ایتیوم را همچون دلیل برای محروم ساختن رهبر اول تاجیکستان از عنوان شهروند افتخاری بیشکک نشان داده بودند. ولی معلوم می شود که طبق قانونگذاری قرغزستان یک نفر را از مکافات دولتی یا عنوان فخری تنها در اساس قرار دادگاه می توان محروم کرد. قانونگذاری این کشور مکانیزمی از عنوان فخری محروم کردن افراد علایده را اصلا پیش بینی نمی کند. به این دلیل مقامات بیشکک گفتند که طلب وکیلان را اجرا کردن نمی توانند. ما می توانیم برای دریافت مکافات پیش بری کنیم، ولی از عنوان شهروند افتخاری محروم کردن نمی توانیم، چون که چنین مکانیزم لغو قرار قبول وجود ندارد و تایی مکانیزم از عنوان محروم کردن شروع کرده است. شرط داده است به وکیلان در اجلاسیه مجلس شهری رئیس کنیش بیشکک قوانجیبک کنگانتیف، پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان سال 1999 زمان سزاوار عنوان شهروند افتخاری بیشکک شد که شهردار پایتخت قرغزستان سیاستمدار مشهور سالهای 90 فیلیکس قولوف بود. در مراسم تقدیم این عنوان افتخاری به امومالی رحمان، رئیس جمهور وقت قرغزستان اسکر اوکایف نیز اشتراک داشت. امومالی رحمان که روز 5 اکتبر سال 2022 به سن 70 میرسد، آخرین پرزیدنت دراز عمر در آسیای مرکزی است که در سر قدرت باقی میماند. ماه نویبر سال جاری از روز به قدرت رسیدن او در پایان سال 1992 درست 30 سال میگذرد. برای مقایسه، در سالهای ریاست او در قرغزستان علاقه 6 پرزیدنت ایوش شد. طلب از عنوان شهروند افتخاری بیشکک محروم کردن پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در پی مناقشه خونین مسلحانه روزهای 14 ابدام سنجابر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرغزستان بلند شد. قرغزستان از 63 کشته و حدود 200 زخمی از طرف خود خبر داد و تاجیکستان از علاقت بیش از 40 نفر و جراحات برداشتن حدود 200 تن دیگر. تنها در بین ساکنان ملکی، ژورنالیستان تاجیک تا امروز روی خط دست کم 75 قربانی مناقشه اخیر را نشت کردند. هر دو طرف در آغاز مناقشه ماه سپتامبر یکدیگر را عیبدار می کنند.